بازخانی یک شعر دو ریرا 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 دنیای سخن شماره نو هزار و و شش جلد اول مجموعه مقالات اوشنگ گلشیری باغ در باغ انتشارات نیلوفر 1378 برای ورود به فضای این شعر از نیما گمان می کنم خواندن این شعر کوتاه از لورکا بتواند یاری من کند با این توجه که نیما متأثر از این گونه شعرها نبود است کودک لال کودک صدایش را می جوید پادشاه جیرجیرکا آن را برده است در قطره آبی کودک صدایش را می جوست نمی خواهمش تا با آن حرف بزنم میخواهم از آن حلقه بسازم تا سکوت آن را در انگشت کوچکش کند در قطره آبی کودک صدایش را میجست صدای اسیر در دور دست لباس جیر جیرکان را به تن میکرد میدانم که این ترجمه ناقص آن هم از زبان دوم به خصوص که فاقد موسیقی کلام لورکا هم باشد مانعی است جدی برای رسیدن به عمق شعر با این همه یک بار دیگر آن را بخوانیم به خصوص توجه کنیم به وقتی که کودک لال میخواهد با صدایش حلقه بسازد و در انگشت کوچک سکوتش بکند یعنی مثلا سکوتش را با صدایش تزئین کند انگار لورکا سکوت بی حد و مرز کودکی لال را به انگشتی اوریان تشبیه کرده است پس صدای او حلقه‌ای می شود برای متمایز کردن آن انگشت بله همان آرزوی حرف زدن اما به زبانی دیگر به خصوص وقتی میدانیم که جیجیرک هایی که در تمام طول شب صدا در صدا می افکنند صدای او را برده باشند به همین جهت در آخر شعر می گوید که صدای گمشده کودک جامعه جیجیرکان را به تن می کند اوج شعر همین جاست شاعر با کسی دست به یقه نمی شود بلکه با کل هستی روبروست در برابر این سرنوشت کور ایستاده است و به زیباترین وجه یا تعبیر نامرادی کودک لال را عرضه می کند که انگار بر خود این سرنوشت نیز وجهی نیست با این همه برای کودک راه مفری نیست او همچنان لال است پس شعر به راستی فریادی است نه به سوی کسی یا بر ضد جایی بلکه بغزی است گره خورده در گلو و نتیجهش هم شاید صبوری است پایداری انسان است در برابر همه نامرادی ها و به قدمت عمر آدمی نیز هست یا شبیه وقتی است که در برابر مرگ داگزیر آوازمان را بخوانیم یا شعرمان را بسراییم دست آخر بخواهیم به زبان تصویر حرفمان را بزنیم شبیه وقتی است که برگی در آخرین لحظه فرو افتادن به قول شاعر جلوه ای بی فروشد چرخی میزند و بعد داگوزیر بر خاک می نشیدن. به گمان من شعر ریرا که در عداد بهتری شعرهای سروده شده به زبان فارسی است حال و هوایی از این دست دارد. ریرا صدا می آیدم شب از پشت کاچ که بنداب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند. گویا کسی است که میخواند. اما صدای آدمی این نیست با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگینتر و آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب میبینم ریرا ریرا دارد هوا که بخواند در این شب سیاه او نیست با خودش او رفته با صدایش اما خواندن نمیتوان در این شعر نیما دو لغت محلی هست یکی ریرا که نام زنی است و دیگری کاچ به معنی قطعه کوچک جنگل در میان مزارع حال ابتدا باید به یاد داشت که در برابر هر شعر خوب بهتر است تسلیم باشیم بگذاریم تا شعر در ما نشست کند مثل جریان آب ما را ببرد با شعر نباید به جدال برخواست نباید فکر کنیم که با چیز لاینحل یا حتی قابل حلی روبرو هستیم و همین جهت همه کسانی که به شعر مثل یک معادله چند مجهولی نگاه می کنند و مثلا برای راهنمایی خوانندگان آنها را به اندیشیدن از سر اجبار وامی دارند در حقیقت شعر را می کشند. دوم این است که برای رسیدن به لایه های معنایی شعر به جای استفاده از قدرت استدلال باید از نیروی تصویرسازی ذهن مدد بخواهیم یعنی تصاویر عرضه شده در شعر را در ذهنمان یا حتی جلوی چشممان بسازیم سوم باید خود را رها سازیم تا ببینیم آن تصاویر در ما چه حسی را ایجاد می‌کند حال به خود شعر باز میگردیم به ظاهر میدانیم که باید به کسی که دارد میخواند گوش بدهیم صدایش را میشنویم که دارد میگوید ریرا یعنی نام زنی را به آواز میخواند انگار بگوید لیلی همین یک کلمه را میگوید مهم هم نیست که بدانیم بعدش چه میگوید بعضی ها ریرا را به صورت خطاب خواندند به معنی ای ریرا که گمانم غلط باشد بگذاریم کسی دارد میخواند حال که این صدا را شنیده این باید تصویر بعدی را بسازیم شاعر هم همین صدا را شنیده است برای همین می افزاید صدا می آید بعد برای ملموس کردن جای صدا و مشخص کردن نوع تأثیر آن تصویری عرضه می شود یعنی به جای صحبت کردن در مورد این صوت یا صدا از اشیاء گرداگرد آن سود برده می شود و در بندهای بعدی صدا را دور می زند تا بلکه آن را مشخص کند صدا از پشت قطعه جنگلی می آید که خواننده خوب سیاهیشان را می بیند و حتی بوی ریشه هاشان را می شنود بندابی هم پشت این درختان هست بوی درختها، ها، علف ها، انکاسه سیاه درختها یا آن درختستان در آن پشت صد بوی آب و هر چه که با آب مانده در پشت صد بلازمه دارد اینها همه با همین پشت کاچ و برق سیاه تاب بنداب به ذهن می آید و به ناگهان با توجه به کل شعر به ویژه آن شب سیاه بند آخر تجسم ویرانی می شود شکل مادی همان آوازی که یک کلمه بیش نبود یا نمی که کلماتش چه بود برای همین هم شاعر با تأکید میگوید گویا کسی است که میخواند. در دو بند بعد از صداهای دیگر سخن می رود آوازهایی به نهایت زیبا اما هیچ کدام هیچ شباهتی با این صدا ندارد به خصوص که میگوید گوید و آوازهای آدمیان را یک سر دارم از بر حالا که این صدایی که اکنون شنیده می شود جز آنها نیست از جنس دیگری است. در بند بعد یک نمونه از این گونه صداها که مفهومند عرضه می شود هرچند که به حیبت دریا باشند در بند آخر همان صدا این بار با دو بار گفتن ریرا شنیده می شود آنگاه شاعر مستقیما درباره همین صدا حرف می زند. با این همه حرفش این است که هنوز خواندن آنکه صدایش از پشت کاچ میآید شروع نشده است بلکه سر خواندن دارد آن هم در این شبی این همه سیاه با وحشت مجسم تابش برق سیاه در بنداب سه سطر آخر همان دایره بسته حلقه صدا در انگشت کوچک سکوت است خواننده که انگار همه غمهای عالم در صدای اوست که حتی از آن حیبت دریا را در صدایش می شد به خواب دید یا شنید با حیبتی بیشتر میخواند یا صدایش گرفته است به تعبیر دیگر این خواننده که هوای خواندن دارد آن هم در تقابل با این شب سیاه رسم و راه خواندنهای معمول را نمی داند. فاقد آن نظم هوش ربای صدای آدمیان است پس خواندن نمیتواند ولی میخواند پس اگر سطری دیگر بیافزاییم شاید این باشد ریرا 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 حال بیاییم به اول شعر برگردیم واقعا این صدا چه صدایی است میبینیم که با تعابیر مختلفی که شاعر برای صداها و آواز مختلف می آورد این صدای به خصوص رنگ سمبول نماد به خود می گیرد. پس مثل همه سمبول ها تفسیرهای بسیار را برمیتابد و دقیقا نمی توانیم بگوییم مساوی با چیست گفتیم اگر یک کلمه یا شی رمز باشد مساوی با یک چیز است یا دست بالا چند چیز در پس پشت شعر اما وقتی چیزی سمبل باشد مساوی با بسیاران خواهد بود در نتیجه ما می توانیم بسته به حال و کیفیت بان و البته با توجه به زمینه شعر یعنی همه تصاویر آن از برق سیاه تا به بنداب گرفته تا این صدای فاقد هر نوع نظم هوش با اما غمگین و محیب ترید آنان ما به ازایی بگذاریم مثلا آیا نمی توان گفت این صدا صدای همان مرگ ناگزیر است یا صدای انسان شاعر است در تقابل با مرگ ناگزیر یا خواندن و سرودن شعر است در تقابل با سرنوشت